سلام، خیلی خوش اومدیم به یکی دیگه از ویدیوهای Red Army Nation. امروز فیفا میفا تعطیله. آوردم دو نفر رو اینجا تست بهترین رفیق و همسر رو بگیریم. بریم این ویدیوی سمی رو ببینیم، امیدوارم که سالم بمونن. اولین سوال رو با این شروع میکنم: چه درسی رو از بقیه درس‌ها تو دوران مدرسه بدم میومد ازش؟ بدم میومد. شما خب؟ از من گفتم شیمی. شیمی و عربی جفتشون رو خوشم نمیومد، ولی عربی رو I know. یک امتیاز رو خودت بده، آفرین. بلندترین ساختمونی که توش بودم اسمش چیه؟ اسم ساختمون. اوکی، اسمش چیه؟ خب من آمادم. شما آماده، شما بگو اول. من نوشتم برج ابودبی بکنم اسمشه. شما چی؟ برج میلا. اگه اشتباه میگفت، چون با خودش رفتیم غذا خوردیم اونجا، اگه اشتباه میگفت. این سوال خیلی آسونه، یعنی حتی اگه شما منم نشناسین این سوال رو میتونیم جواب بدیم. من میرم رستوران، یعنی اون غذایی که بیشتر اوقات اوردر میدم چیه؟ هر جا رفتم با خود اینو اوردر دادم، هر جا رفتیم با هم بیشتر جاهاش اون رو اوردر دادم. ایرانی یا اینجا؟ شما بفرمایید. کوبیده؟ نه. برگر ویدو میکر. بابا یک امتیاز به خودش میده. کوبیده عاشقشم، ولی اینجا نیست. پس من برم رستوران نمیتونم کوبیده سفارش بدم. تو فوتبال قبلن، نکته قبلنه، قبلن چه پوزیشنی من بازی میکردم؟ اگه ندونی سوال. چرا من باید بدونم آخه؟ این بیشتر سوال برای سوال ترسیم رو دیدم. میگی الان نه، اینی که ما بازی میکنیم نه، قبلش. اوه. وقتی که یه ذرش نبود. شما بگو اول. دفاع. شما؟ من نوشتم دفاع راست. دفاع راست. دفاع راست نزدیکتر بود چون دفاع چپه. اگه already جی جی. اگه زندگی من یک فیلم بود، اسم فیلم چی بود؟ سی سالگی هستی. خب شما ببخشید، اون ایرانیه؟ میتونه ایرانی باشه یا خارجی. ها، سی سالگی یا سی؟ آره. من نوشتم pursuit of happiness. pursuit of happiness چیزه؟ اون یک انسانیه که اوایل زندگی سختی های داشته و بعد به موفقیت رسید. واه ببین این سخت. این افکارم چیه؟ اینو خیلی قشنگ گفت. pursuit of happiness قشنگ داره. فیلم خیلی قشنگی ها، حتما ببینید، حتما. آقای ویل اسمیت که فقط چک نخورید. یک ایده ویدیوی ناب به من بدین، یا اگه مثلا ایده هست که خودتون میتونید کمک کنید با روابط و اینها، مثلا اگه بخوای از دوستان کمک بگیری برای بلیت جام جهانی، مثلا ویلاگ جام جهانی هم خیلی خوب میشه. جام جهانی ببین بچه قول داد قول نداد، اینستا و یوتیوبش این پایین هست، اسپمش کنید، بلاکش کنید. خب شما بفرمایید. من دو تا ایده داشتم. بفرمایید اصلا بهتر. یه ایده، دو تاشون ولاگن. خب یه ایده این بود که خانومشون رو، آیدا جون رو دیت ببرن بازی هاکی، خرج با بازی هاکی یا بازی فوتبال آمریکایی تو استادیوم مینیسوتا، و این کل این تجربه رو ولاگ کنن. بله. احساس کنم که شما دوست داشته باشید. آیدیه دوم این بود که اوستا خیلی آشپز خوبیه، شماها یه غذایی که دوست دارین بگین، حالا ایرانی یا خارجی هر جایی، اوستا اونو از اول تا آخرش ولاگ کنه، بعد وسطش که ولاگ میکنه یه دو سه تا هم شات بزنه. بگو. برید توی رستوران بافلو وایزین، یه جایی که مرغای تون داره، یه سبد مرغ تون رو تو 5 دقیقه بخورید روی تون ترین سسش. جایزه رو به خودت میدم. من میام کمک میدم. ویلاگ بزنیم، فوتبال گیم ببریم، هاکی و اینا. بلیت هاکی و فوتبال چنده؟ بالای 200. خیلی خوب بود. بالای 200 برای هر نفر. خیلی خوب. یه تجربه خوبه برام. مینی با 200 چند تا پک میشه باز کرد؟ خیلی. آهان. اولین کاری که براش پول گرفتم چی بود؟ من گفتم اکتینگ دوربین مخفی. شما؟ برام همون دوربین مخفی. آفرین به جفتتون، به خودتون امتیاز بدید هر کدومتون. خب. ما اولین کار بود که لینکش رو باید بذاری.
ماشین میزن دیگه رو نهیدی؟ ماشین میمونم نهیدی چیک شده لپان اصلا حرکت نمیکردم بابا کجا حرکت نمیکردم من سرم پایین بود داشتم میومدم دیگه نه بابا خدا باشه اصلا حرکت نمیکردم چی کار کنم من حالا آقا تو به خطا به خطا به خطا منه برادر من چرا این کارو میکنی؟ ماشین که وایساده بابا اینجا خطا بره خط منه بابا وایساده که ماشین از چه چیزی من فوبیا دارم؟ از چه چیزی من ترس دارم؟ و نمیتونم باش کنار بیام فقط یه چیزه؟ یه چیزه که خیلی برام ترسناکه من آمادم بفرمید ایشون آمادم؟ شما بفرمید من برم؟ برو ارتفاع شما ارتفاع جون من نشون بده ارتفاف نوشتم ولی ارتفاف حواسم ارتفاف ارتفاف درست بود این دورفش گیر کرده ارتفاف درست درست اگه من میخواستم به یه آهنگ گوش کنم و فقط یک آهنگ تا آخر عمرم اون آهنگ چی بود اسمش حالا خوانندش اگه میدونین بگیم اوکی این بده من بگم اول بله محمد نبودی خب شما bad habits کلاس داری what is it bad habits یا محمد نبودی من تا حالا 4 بار مصدوم شدم مصدومیت یعنی دکتر برمیرفتم بیمارستان اینا این 4 تا رو بهم بگید چی بوده من که نبودم تو زندگی تو دیدی و گفتم مغزت مصدوم شده فیزیکلیه آره دیگه مصدومیت که ایموشنال دمیج که نیستش که اوکی من اینجا میخوام تشکر کنم از زایده که موهای منو کوتاه کرد قشنگ شده موهات اینگی و مجبور شدم برم سرمونی من گفتم جاشم بگید بگید خب نک خب رفته بوده بیمارستان خب کمرت که همیشه خرابه من نمیدونم اگه مشکل داشته خب کمرم نوشتم زانو خب و دستت دستم چی؟ نمیدونم یکی از دستات بسته بوده یه زمانی یادم نمیدونم خب شما؟ بخیه داری روی پا خب یه دونم روی سر داری خب گردنت تو این استادی دو بودم بسته بودی تو فوتبال چیزیت شده؟ فوتبال چیزی من تو فوتبال چیم کجام چیزیم شده؟ کجا پات از هم میگه یکم تصادف کردیم بهت امتیاز فوتبال نمیدم چون پام نبود دسته نه دسته نه خب امتیاز فوتبال نمیدم خب. شما چیا بود؟ نه گردن درسته کمر نه دست دستم به امتیازو میدم thank you و می اونم نیست شما سر رو میتونی بگیری شما دو امتیاز به خود بده شما ببینم سر و گردن رو میتونی بگیری بقیه نمیتونی بگیری بخیه ها بخیه فقط من دست دارم یه دونه اینجا که روش اینو زدم سرم سرم بخیه داره گفتم میگیری گردنم هم آره تصدف کرده بودم تصدف که نبود سر کار بود و فوتبال یا بنده خدایی که خیلی هم دوستش داریم اینجا یه شوت محکم زد اگر باشه چش من و دماغ من به چش زد بله. چش من هم به چیز زد همون دوست به چش شما هم ضربه زد دستشون درد نکنه دوتامون رو زده بس کتاب مورد علاقه من اینو دیگه باید همه کتاب میخونی؟ تو کتاب خونی؟ این سوالا پر سرستم کتاب مورد علاقه بچگیان باشه آره هری پاتر شما هری پاتر کتاب مورد علاقه من نه هری پاتر درست خب thank god خب حالا اینجا قشنگ میشه میگه اگه من دکتر بودم دکتر چی بودم چقدر ذهن کثیفه کثیف نیست خودت جفتشون هستت یاد نمیاد من یادمه بفرمه
من نوشتم کالونوسکوپیست. شما چی؟ مغز و اعصاب زیاد رو مغز. درد مغز و اعصاب خیلی کمتر پیش میاد تا اون یکی درد. بیشتر مردایی که به 45 میرسن 100% باید واسه این کار برن. ولی نه که 100% واسه مغز و اعصاب. Therefore کالونوسکوپیست. مسی یا رونالدو به نظر من. مسی یا رونالدو؟ شما میدونید. البته هر کدومو من گفتم فنای اون یکی نیان. میان. شما نوشتی؟ بله. شما نوشتی؟ بله. جفتتون با هم نشون بدیم. مسی. خلاصه دمتون گرم، با ما بودید، این ویدیو رو دیدید. اگه دوست داشتین از این ویدیو بیشتر بسازیم، برامون کامنت و لایک و اینا بذارید. سالم ویدیو داره تو چنلش و لینکش پایین این ویدیو هست، حتما به سابسکرایب بکنید. با هم دیگه هم کانتنت میسازیم. دمتون گرم که هستید و سابسکرایب میکنید. تویچ هم بیاین سر بزنیم، من هم جفتون با استریم میکنیم. تا برنامه دیگه، یه ویدیو دیگه، حالا 13 بدرتون هم مبارک.